در خط خبرها، مشاور امنیت ملی کاخ سفید: پرزیدنت ترامپ هرگز اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. مایکل روبین: ایران از بابت هر توافقی که با چین امضا کند پشیمان خواهد شد. مایک پومپئو: آمریکا ادعاهای چین درباره دریای چین جنوبی را کاملا غیرقانونی می‌داند. انفجار و آتش‌سوزی در کارخانه میعانات گازی فریمان خسارات زیادی بر جای گذاشت. مقام آمریکایی: تولید واکسن کووید 19 در ایالات متحده اواخر تابستان آغاز می‌شود. سازمان جهانی بهداشت: کرونا همچنان خطرناک است و وضعیت عادی نیست. مشروع اخبار: رابرت اوبرایان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در پاسخ به پرسشی درباره انفجارهای مشکوک در ایران گفت که پرزیدنت ترامپ به روشنی اعلام کرده است که او هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. آقای اوبرایان روز دوشنبه 23 تیر در گفتگو با خبرنگار وبسایت تابنهال در پاسخ به این سوال که از انفجارهای مشکوک و رازآلود اخیر در ایران چه می‌داند، گفت که دولت پرزیدنت را می‌داند که ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. او توضیح داد: ما این را بر اساس اسنادی می‌دانیم که اسرائیلی‌ها در آن عملیات اطلاعاتی که با شهامت انجام دادند به دست آوردند. علاوه بر این می‌دانیم که آنها بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از ورود به دو سایت هسته‌ای منع کردند. آنها به تعهدشان نسبت به NPT و برجام پایبند نیستند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرد: بنابراین آنها دارند به سمت ساخت سلاح هسته‌ای حرکت می‌کنند. تنها حرفی که من می‌زنم این است: پرزیدنت ترامپ این را کاملا روشن کرده است که تا زمانی که او رئیس جمهوری ایالات متحده باشد، ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. در هفته‌های گذشته یک انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داد و انفجار دیگری در شرق تهران که مقام‌های جمهوری اسلامی محل وقوع آن را پارچین و تحلیلگران محل آن را خوجیر ذکر می‌کنند. چند مرکز صنعتی و تأسیساتی از جمله نیروگاه زرگان اهواز نیز دچار آتش‌سوزی شد. در هفته‌های اخیر همچنین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران 4 ماه است که از دسترسی بازرسان آژانس به 2 سایت خودداری می‌کنند. این اقدام جمهوری اسلامی موجب شد که شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کند. پرزیدنت ترامپ که اعلام کرد برجام از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری نمی‌کند و آمریکا را از این توافق خارج کرد، بارها گفته است که تا هنگامی که رئیس جمهوری آمریکا باشد اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. مایکل روبین، کارشناس شناخته شده امور ایران و پژوهشگر برجسته مؤسسه امریکن انترپرایز در واشنگتن، میگوید شرایط گزارش شده توافق راهبردی میان ایران و چین دارای خطر چشمگیری برای آقای خامنه ای و زیردستانش است. روبین در مطلب تحلیلی خود که روز دوشنبه در مجله نشنال اینترست چاپ شد می‌نویسد هر گونه توافق میان دولت ایران و چین که اجازه اجاره بلند مدت خاک ایران را بدهد موجب برانگیخته شدن خشم عمومی مردم ایران و بخش عمده‌ای از طیف سیاسی آن کشور خواهد شد. به گفته آقای روبین، هم‌اکنون نه تنها مردم عادی ایران بلکه مقامات ایران نیز از این بابت که آیا منافع یک توافق با چین از خطرات آن برای حاکمیت ملی ایران بیشتر است یا نه، نگرانی‌هایی دارند. او می‌نویسد هر بار که دولت ایران برای مقابله با نارضایتی‌اش از یک قدرت قبلی با قدرتی تازه متحد و به آن نزدیک می‌شود، نتیجه آن برای مردم ایران بد است. شاید آقای خامنه این مسئله را نبیند، اما ایرانیان معمولی آن را می‌بینند. روبین همچنین نسبت به پیامدهای منفی توافق پیشنهادی برای ایران در صورت شتاب‌زدگی در امضای آن هشدار می‌دهد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، میگوید دولت ایالات متحده ادعاهای پکن درباره دریای چین جنوبی را غیرقانونی میداند. وزیر خارجه آمریکا عصر دوشنبه 23 تیر با اعلام اینکه ایالات متحده از اقیانوس هند آرام، آزاد و باز پشتیبانی میکند گفت امروز ما سیاست آمریکا را در بخش حیاتی منطقه مورد اختلاف دریای چین جنوبی توسعه می‌دهیم. ما کاملا شفاف می‌سازیم که ادعاهای پکن درباره منابع فراساحل در سرتاسر بخش عمده‌ای از دریای چین جنوبی که با زورگویی قصد دارد آنها را کنترل کند کاملا غیرقانونی است.
آقای پومپئو همچنین اعلام کرد که آمریکا ادعای چین مبنی بر حاکمیت آب‌های فراتر از محدوده 12 مایلی این کشور از جمله آب‌های مناطقی در سواحل اندونزی، ویتنام، برونئی و مالزی را نمی‌پذیرد. او همچنین گفت که ایالات متحده در کنار متحدان و شرکای خود در جنوب شرق آسیا ایستاده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که آمریکا خواستار صلح و ثبات در دریای چین جنوبی با حمایت از آزادی پایدار در دریا بر اساس قوانین بین المللی و حمایت از جریان بدون محدودیت تجارت است. ایالات متحده پیشتر بارها نسبت به تحرکات نظامی چین در دریای جنوبی هشدار داده بود. در هفته‌های گذشته نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که 2 ناو هواپیمابر آمریکا به منظور پشتیبانی از یک منطقه هند آرام، ایندوپاسیفیک آزاد و باز در دریای چین جنوبی رزمایش انجام دادند. تنش میان آمریکا و چین در ماه‌های اخیر در رابطه با موضوعات مختلف از جمله شیوع کرونا و قانون جدید امنیتی هنگ کنگ افزایش یافته است. مقام‌های محلی در استان خراسان رضوی از مهار آتش‌سوزی در یک شرکت تولید کننده میعانات گازی در شهرستان فریمان خبر دادند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس آتش نشانی شهرک کاویان در فریمان گفت انفجار در یک شرکت تولید کننده مایع گازهای قابل اشتعال موجب شد تا خسارات زیادی به این شرکت و شرکت همجوار وارد شود. جواد جهاندوست همچنین با اشاره به اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته است گفته حضور به موقع آتش نشانان باعث جلوگیری از وقوع انفجار در 2 مخزن دیگر شد. این مقام آتش نشانی همچنین با اشاره به اینکه 6 مخزن این کارخانه درگیر آتش شده بود و یکی از مخازن به دلیل انفجار به بیرون پرتاب شد، به خبرگزاری مهر گفت سپاه و نیروی انتظامی در کنترل و مهار این حادثه نقش داشتند و علت وقوع انفجار در دست بررسی است. شهرک صنعتی کاویان که این کارخانه در آن واقع شده در جاده مشهد فریمان است، در 2 ماه اخیر سلسله ای از آتش سوزی ها و انفجارها در مناطق شهری و مراکز صنعتی ایران روی داده است که از جمله تازه ترین موارد آن می توان به انفجار در تاسیسات هسته ای نطنز، انفجار در شرق تهران که مقام های جمهوری اسلامی محل وقوع آن را پارچین و تحلیلگران محل آن را خوجج ذکر می کنند، انفجار و آتش سوزی در یک مرکز درمانی در تهران و آتش سوزی در نیروگاه زرگان اهواز اشاره کرد. شورای عالی امنیت ملی دست کم در یک مورد انفجار در نطنز گفته است علت وقوع مشخص شده اما آن را اعلام نمی کند. گمانه هایی درباره خرابکاری نیز در رسانه های بین المللی منتشر شده است. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته شرکت‌های داروسازی شریک دولت در مسیر آغاز تولید واکسن مقابله با بیماری ناشی از کرونا ویروس از اواخر تابستان هستند. رویترز میگوید این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفته اگر دقیقاً بخواهید بدانید ملزومات ساخت واکسن چه زمانی برای شروع تولید آماده خواهد شد، احتمالاً 4 تا 6 هفته دیگر، اما به طور جدی از اواخر تابستان شروع به تولید می‌کنیم. این مقام ایالات متحده اظهار داشت دولت کشورش در حال حاضر مشغول به همکاری با شرکت‌هایی برای ایجاد تجهیزات لازم و مواد اولیه تولید واکسن است. دولت ترامپ می‌گوید در تلاش برای تولید واکسن به میزان 300 میلیون دوز تا آخر سال 2021 است. این دولت صدها میلیون دلار کمک و مشوق مالی در اختیار شرکت‌های داروسازی جانسون اند جانسون، مدرنا، آسترازنکا و نوواکس گذاشته است. آمریکا بحران زده ترین کشور فعلی در روند همه‌گیری جهانی کووید 19 است. تا کنون بیش از 3 میلیون مورد ابتلا و 130 هزار مورد تلفات انسانی در این کشور ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که پاندمی کرونا همچنان خطرناک است و اوضاع ممکن است از این نیز بدتر شود. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا در مسیر نادرستی قرار دارند. آمریکا همچنان در صدر کشورهای گرفتار به پاندمی قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت بار دیگر نسبت به شیوع پاندمی به کشورهای جهان هشدار داد. تدروس آدهانوم دبیر کل این نهاد بین المللی در کنفرانس مطبوعاتی آنلاین در ژنو گفت بگذارید به صراحت بگویم که بسیاری از کشورها در مسیر نادرستی حرکت می کنند. کرونا همچنان دشمن شماره یک است، اما بسیاری از کشورها و مردم این خطر را جدی نمی گیرند.
او گفت چنانچه مردم به اندازه کافی مراقب و محتاط نباشند، پاندمی کرونا میتواند بدتر و بدتر شود. او گفت ضرورت دارد که همگان برخی مقررات را رعایت کنند: فاصله گیری، شستن دست و زدن ماسک. دبیر کل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد وضعیت در آینده نزدیک عادی نخواهد شد. وضعیت وخیم در آمریکا. در ایالت کالیفرنیا، پرجمعیت ترین ایالت آمریکا، به خاطر شیوع سریع پاندمی و افزایش موارد تازه کرونا، بسیاری از مقررات سختگیرانه پیشین بازگشته است. بارها و سینماها باید بسته شوند. رستورانها اجازه ندارند در فضاهای بسته مشتری بپذیرند. برخی از کانونهای پاندمی مانند کلیساها، ورزشگاهها و آرایشگاهها باید بسته بمانند. روز یکشنبه 12 ژوئیه در کالیفرنیا حدود 8500 نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شدند و 72 نفر جان خود را از دست دادند. در این ایالت آمریکا تاکنون روی هم بیش از 320,000 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در ایالت‌های مانند فلوریدا، تگزاس و آریزونا نیز شمار افراد مبتلا به کرونا روزافزون است. آنتونی فاوچی، مشاور رسمی دولت آمریکا در امور مربوط به پاندمی کرونا، عقیده دارد که برداشتن برخی از مقررات مرتبط با کرونا در شیوع پاندمی در این کشور دخیل بوده است. او در برنامه‌ای که در مرکز پزشکی استنفورد برگزار کرده بود گفت ما با کرونا سخت نگرفتیم، اما این پاندمی با ما سخت گرفت. فاوچی برآوردهای سازمان جهانی بهداشت را در مقابله با گسترش ویروس کرونا تایید نموده. رعایت جدی مقررات را به شکل اکید توصیه می‌کند. با فاصله گیری اجتماعی، شستشوی مرتب دست‌ها، زدن ماسک به صورت و جلوگیری از اجتماعات بزرگ می‌توان به تدریج بر پاندمی غلبه کرد. کاخ سفید با دیدگاه‌های فاوچی موافقت چندانی ندارد و درست برخلاف نظرات و رهنمودهای دانشمندان و کارشناسان حرکت می‌کند. برخی از رسانه‌های جمعی مانند واشنگتن پست و کانال خبری CNN گزارش دادند که کاخ سفید با انتشار لیستی در پی آن است که ارزیابی‌های نادرست و اشتباه آمیز فاوچی را به اثبات برساند و رهنمودهای او را بی‌اعتبار جلوه دهد. بنا به آخرین گزارش بنیاد علمی دانشگاه چارلز هاپکینز، شمار افراد مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر جهان رو به افزایش است. بیش از 13 میلیون نفر تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شدند. به عبارت دیگر ظرف 5 روز 1 میلیون نفر دیگر به بیماری مبتلا شدند. تاکنون بیش از 571,000 نفر به علت ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. سپاسگزاریم که تا انتهای این بخش خبری با ما همراه بودید. خدا نگهدار.